بحران منطقه و تأثیر آن بر جنبش‌های اجتماعی، گفتگوی ما با محمد قراقوزلو، مجتبی طالقانی، کامران متین را می‌شنوید. من سلام دارم به هر سه شما عزیزان و کسایی که این برنامه رو دنبال میکنند. امروز ما شاهد در واقع حمله اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی چند وقت پیش اون بودیم. اسرائیل چندین نقطه ایران رو مورد هدف قرار داد. امروز اگر موافق باشید نگاهی کنیم به این بحران منطقه به شکل مشخص، بلخص از هفته اکتبر 2023، و بعد نگاه کنیم که جنبش های اجتماعی ایران چگونه تحت تاثیر قرار گرفتن. جنبش زن زندگی آزادی موقعیتش در این لابلای این تحولات کجا قرار داره و راه حلی رو که میشه پیشنهاد داد از طرف شما به عنوان کارشناسان مشخص این برنامه چه خواهد بود. آقای طالقانی، ما رسم اون هست کرد که تازه وارد میشه در واقع با ایشون شروع بکنیم، و اگه اجازه بدید سوال ابتدایی من با شما این باشه که اصولا این بحرانی رو که الان در منطقه شاهد هستیم، بحرانی که از هفته اکتبر مشخصا تشدید شد، یک فاجعه انسانی روی داده و الان نه تنها غزه، لبنان هم دچار اون شده و امروز هم که ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته، این رو به طور خلاصه در چند دقیقه چگونه تعریف و تفسیر میکنید؟ بفهمید. مسئله اصلی، عامل اصلی به نظر من به وجود اومدن این تحولات اخیر که سریع هم به اصطلاح ابعاد وسیع پیدا کرده، مسئله فلسطین یک، که این مسئله‌ای که اصلا قبل از 1948 به وجود اومده و اسرائیل با پشتیبانی دولت‌های غربی و در رأسشون آمریکا و حتی در ابتدا با پشتیبانی خود شوروی، حتی که به هر حال رأی به تقسیم فلسطین داد، این مسئله لاینحل مونده از سالها پیش. یعنی این ربط مستقیمی به جمهوری اسلامی که خیلی ها فکر میکنن نداره. جمهوری اسلامی تازه بعد از این داستان ها پیش اومده، به اضافه این که خب خیلی من که آدمه خیلی از این روحانیون حاکم حتی زمان شاه، وقتی که مثلا پدر ما از فلسطین دفاع میکرد، اون رو متهم میکردن به وهابی و سنی و از این مزخرفات و تخته میکنن حمایت از جنبش فلسطین. البته خب خمینی و طرفدارانش گاهی وقتا یک تلگراف های تاییدی میفرستن، ولی کلن این نهاد مذهبی زیاد موضع روشنی در این مورد نداشت، که البته رژیم شاه هم اینو تشویق میکرد. و من یادم حتی یکی از آخونده برای منبر گفته آقا سنی ها از یهودی ها بدتر، اما چرا باید از سنی ها دفاع کنیم؟ یعنی در این، حتی در این اشل بحثش بود. به هر حال الان این مسئله، خب بعد از ضرباتی که به مقاومت فلسطین وارد شد، چه در اشل کلی و در لبنان، اون ضربه اصلی که در لبنان یعنی اولپ وارد شد و یاسر عرفات مجبور به خروج از لبنان شد، و بعد ترور اکثر شاخص ها، آدم های معروف جنبش فلسطین و تضعیف چپ فلسطین که اونم یه بخشیش به علت اشتباهات خودم بود، به تدریج جریانات اسلامگرا درون جنبش، در جنبش فلسطین در واقع اومدن جایگاه نیروهای چپ رو اشغال کردن به نظر من، و این یه بخش عمدهش برمیگرده به خود اشکالاتی که از در
میون همه نیروهای چپ وجود داشت که من به علت تماسم با خیلی هاشون و از نزدیک شاهدش بودم. مثلا خیلی هاشون رفتن زیر پوشش حمایتی سوریه در مقابل یا حتی نزدیک شدن به نیروهای اسلامگرا، به حماس، با اینکه حماس و نیروهای مشابهش دشمن اصلیشون اینا جنبش چپ میدونستن و سالها با اونا جنگیده بودن، مبارزه کرده بودن. یا حزب الله در لبنان، حزب الله از ابتدای کار حتی چند تا از شخصیت‌های شاخص چپ ترور کرد. خب با این وضعیت جنبش فلسطین از همه نظر به نظر من تضعیف شد. البته بعداً با انتفاضه هایی که به وجود اومد، انتفاضه اول و انتفاضه دوم، یه فضایی برای جنبش به وجود اومد که خودشو تونست تحمیل کنه، ولی متاسفانه از توش اسلو در اومد. اسلو در واقع یه راه حل نیمبندی که میخواستن به اصطلاح در واقع جهتگیریش برای تأمین امنیت اسرائیل بود به وسیله خود فلسطینیا و کمترین امتیاز به فلسطینیا، حذف اصلا مسئله آوارگان از موضوع بحث، اصلا مسئله آوارگان که خب خودش یکی از مهمترین مسائل بود حذف شد. به نظر من خب این مجموعه و سرکوب روزانه مقاومت فلسطین به وسیله اسرائیل موجب شد که به نظر من 7 اکتبر که قبلش اگه یادتون باشه داستان توافق ابراهیم و این حرفا صورت که دولت‌های عربی کاملا داشتن روابطشون رو عادی سازی می‌کردن روابطشون رو با اسرائیل، اینها همگی منجر شد، یعنی زمینه ساز 7 اکتبر بود. حالا تحلیل مشخصی که داریم از 7 اکتبر ممکن بگیم که خب از نظامی چه معنایی داشت، آیا اینهایی که این عملیات انجام دادن انتظار واکنش اینچنینی اسرائیل داشتن، و بعد خود نوع عملیات، خب بخشیش میشه گفت هدف قرار دادن مثلا نیروهای غیر نظامی، خب قابل تایید نیست، لااقل اگه محکوم نکنیم لااقل قابل تایید نیست. و از طرف دیگه نقش جمهوری اسلامی تو این داستان که از سالها پیش برای کسب هژمونی خودش در منطقه در واقع به یک نوع رقابت با اسرائیل پرداخت و از موضوع فلسطین در واقع به عنوان یک موضوع یک کارت برندهی برای تشکیلی محور حول خودش و توسعه نفوذش در منطقه استفاده کرد. آقای طالقانی من میخوام اینجا شما رو نگه دارم، خیلی خوب این بحث و خیلی ممنون برای اینکه چون قبلش هم با وقتی با آقای گرگوسو صحبت میکردیم روی 7 اکتبر گفتن که این از یک خلأ به وجود نیامده، شما حداقل این بحث رو یه مقدار پر کردید. آقای قرارگزو شما رو الان ببینیم نظرتون، به هر حال اومدیم ما الان توی این 7 اکتبر که خب جنبه های نظامی سیاسی داره، حالا ایشون طالقانی گفتن که اگر ما محکوم نکنیم ولی تایید نمی کنیم کاری که در واقع 1500 نفر انسان رو اونجا به هر حال گرفتن کشتن و تعدادی هم به عنوان اسیر بردن. سوالی هم که آقای طالقانی مطرح کردن این که آیا اینا فکر میکردن که یک واکنش اینجوری باشه یا نه، که به هر حال بد نیست نگاهی بکنیم. دوست دارم نظر شما رو در این رابطه بشنویم که بعد برگردیم ببینیم در واقع در داخل ایران این چه تأثیراتی داره. بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیزتون و مخاطبان رسانتون. راستش من با این نکاتی که مطرح شد، با بخش عمده ای از این نکاتی که مطرح شد توسط مشتبه موافق نیستم، به ویژه در مورد عملیات به نظر من دلاورانه 7 اکتبر که با حضور 5 گروه، 2 گروه اسلامی حماس جهاد اسلامی و 3 گروه کمونیست فلسطینی، 2 گروه جبهه خلق برای آزادی فلسطین و
یه گروه دیگه تشکیل عملیات شکل گرفته و ما نمیتونیم که هر چقدر هم که کمونیستای فلسطینی به راست گرویده باشن و هر چقدر که حماس به عنوان بخشی از جنبش ملی اسلامی یه جریان ارتجاعی باشه که بی‌تردید هست، ما نمیتونیم که در شرایطی که کمونیستای فلسطینی تو عملیات 7 اکتبر شرکت کردن و بعدش عملیات 7 اکتبر رو تایید کردن در دقیقاً نشستی که در 20 دسامبر 2023 در بیروت داشتن، این 5 گروهی که یکی از گروهاش جبهه خلق برای آزادی بخش برای آزادی فلسطین هستش و رهبریش فعلا با احمد سعدات هستش که در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستش. ببینید من چیزی رو به اسم دولت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسم شخصا، من و اون جنبشی که به اون تعلق دارم، رفقای ما که در جنبش کارگری سوسیالیست ایران هستن، رفقای ما که در جنبش دانشجویی و سایر جنبش هستن، ما چیزی رو به عنوان رژیم صهیونیستی دولت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم و مثل همون بیانیه‌هایی که جبهه خلق برای آزادی فلسطین داده، معتقد هستیم که اسرائیل به عنوان یکی از دستاورد رو من تو گینوه میذارم، جنگ جهانی دوم مثل سازمان ملل متحد، مثل نهادهای برتون وودز، عرض شود خدمت شما که تو موضع تقسیم جهان، حالا مستقل از بیانیه بلفور رو نمیدونم قراردادی که تو ساکس پیکو 1916 بود و بولشویک ها این رو افشا کردن، یه دولت دستسازه و به هیچ عنوان نمیتونه توی منطقه ادامه فعالیت بده. عملیات 7 اکتبر هم اجتناب ناپذیر بوده. شما از هر منظر که نگاه بکنید، اصلا بحث حماس اینجا مطرح نیست. عمده کردن مسئله حماس در عملیات 7 اکتبر به نظر من بردن بحث حاشیه است. شما فرض کنید که اتوریته و هژمونی عملیات 7 اکتبر با جبهه خلق بود. آیا عملیات 7 اکتبر رو تایید می‌کردید یا نمی‌کردید؟ همین اتفاق می افتاد. بعد یک عملیات پارتیزانی، مشتبه خودش می دونه، تو عملیات پارتیزانی بعضی از اشتباهات تو کردستان هم این اتفاقات افتاده. این یک. دو، تو 20 اکتبر همون 2023، 20 اکتبر یعنی 13 روز بعد، روز من ارجاع میدم شما رو، لینکش هم بخواید به شما میدم، به روزنامه هارتس، به روزنامه چاپ اسرائیل و یه یودیوت آهارونوت و من 7 مقاله هم در این زمینه نوشتم که 3 به زبان روسی منتشر شده در زمینه همین بحث 7 اکتبر. آخرین مقاله هم که در مورد کشته شدن یحیی سنوار 10 فرضیه رو مطرح کردم و 7 مقاله هم قبلا نوشتم که به زبان‌های مختلف و از اون فارسی سایت‌های پربیننده منتشر شده. ببینید هم هارس هم یودیت آرنوت می نویسن اون تعداد آدم هایی رو که میگن فلسطینی ها رفتن اونجا ریپشون کردن، توی یک کنسرت موسیقی اینا رو زدن، دخلشون آوردن، کشتن، بچه هاشون رو کردن تو قفس، اینا همه اینها دقیقا یه کپی پروپاگاند رسانه های امپریالیستی به سرکردگی آمریکاست که ما در جنگ، در واقع جنگ که نه، در نبرد فدراسیون روسیه علیه نازی های اوکراین هم میبینیم. در واقع این ارتش اسرائیل هستش که به اون کنسرت موسیقی حمله میکنه، طبق نوشته یدیاد آرانوت، طبق نوشته هارتس، یه قد و خط هم نیست، در حدود 4 صفحه هارس گزارش داده که هلیکوپترهای اسرائیلی به اون کنسرت حمله میکنن، ریپی در کار نبوده. البته طبق در واقع گزارشی که به ویژه جبهه خلق برای آزادی فلسطین منتشر کرد در مورد عملیات 7 اکتبر، عملیات 7 اکتبر، طبیعیه که شما وقتی وارد سرزمینی که پاسگاه غربه و هم میلیتاریزه اصلا، بچه و تغییر و کبیرشون مسلحن، اونجا وارد اونجا میشی، طبعا یه اشتباهاتی هم جریان چریکی میکنه. اما از اونجایی که حالا مستقل از کمیت و کیفیت، مستقل از این داستان اسلام سیاسی که از جریانهای مختلفی توش وجود داره، از جمله جریان حماس به عنوان یه جریان ملی اسلامی تو این اسلام سیاسی وجود داره، و مستقل از این که اصلا از این داستانی که تو غزه داره میگذره ظرف یک سال گذشته، به تحت عنوان کسانی که به نظر من، نظر شخصی من و رفقامه، کسانی که تحت عنوان جنگ یاد میکنن، عملا کنار نتانیاهو و صهیونیست‌ها و بزالل اسموتریچ
و این فاشیستایی که الان تو اونجا اومدن سرزمین‌های مردم رو گرفتن و اونجا نشستن اونجا و مردم رو دارن می‌کشن، آب رو مردم حتی بستن، کنار نتانیاهو و حزب لیکود و بقیه ایستادن. جنگی وجود نداره. اجازه بده برمیگردیم روی قضیه. حالا این میخواد جملتون رو تموم کنید، میخواد جملتون رو تموم کنید، تموم کنید. بحث من اینه که ما هر چقدر که چپ بعد به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ضعیف شده باشه، نمیتونیم ما بگیم که عملیات 7 اکتبر به خاطر اینکه حماس به عنوان یک جریان ملی اسلامی مرتجع نظر من، خب تو عملیات 7 اکتبر اتوریته و هژمونی داشته، عملیات 7 اکتبر محکوم کنیم. مضاف به این که ببینید یه نکته هم بگم تموم میکنم. از بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه انگلستان و فرانسه به عنوان دو امپریالیسم برتر کنار رفتن، شما یک حادثه از بالکانیزاسیون یک در یوگسلاوی، جنگ ویتنام، حملاتی که علیه تیز شده، کاسرو شده، عراق، افغانستان، لیبی، بهار عربی، همه ساخت و ساز همه گروه های اسلام سیاسی که برژینسکی و پول ولفوی سرس کردن، اوکراین 24-24، شما یک دونه جنگ رو به من نمیتونید نشون بدید که پای اصلی کار ناتو نباشه. بسیار. بعد به ما میگن شما ضد امپریالیستید، معلومی که ضد امپریالیستیم. بسیار عالی. آقای متین، ما الان روی مسئله 7 اکتبر به طور یک مایلسه، یک شاخص، حالا این مسیر تاریخی، دو تا نظر داریم. آقای طالقانی میگن که اگر محکوم نشه به هر حال تاییدم نباید بشه، ولی آقای قرقوزو معتقدن که به هر حال این یک عملیات دلاورانه بوده، نقل قول از ایشون. و سوالی هم که مطرح میکنن که آیا اگر این 7 اکتبر با رهبریش حالا یا اتوریتش با جریان چپ بود و حماس بود، آیا تایید نمیشد؟ یعنی شاید به نوعی آیا بازدهی بر راندمان کاری که به هر حال از اون عملیات به وجود می اومد شاید یکی بود. نظر شما در این رابطه چی هستش؟ والا این من فهم کنم بین یک موضع سیاسی یک موضع اخلاقی باید تمایز گذاشت، و اینکه من یا شما یا این دوستانی که اینجا هستیم تایید میکنیم یا تایید نمیکنیم واقعا هیچ تغییری در اصل مسئله نمیده. ولی اگر ما به عنوان کسانی که خودشون رو حالا فعال سیاسی چپ یا لیبرال یا هر چی که توصیف میکنیم میدونیم، از اون موضع خب خیلی فرق میکنه. اما اینکه نفس این ماجرایی که الان جریان داره ریشه‌اش در تشکیل دولت اسرائیل به عنوان یک دولت استعماری به اصطلاح ستلر کلونیال، یا نمیدونم به فارسی واقعا ستلر کلونیال چجوری ترجمه کردن، ولی به هر حال یک ریشه استعماری داره، یک مردمی رو از خاکشون محروم کردن، آواره کردن و یک جنبشی علیه این شکل گرفته. خب در این شکی نیست، ریشه‌اش در اینه. اما اینکه خب این جنبش مجبور میشه به چه متدهای متوسل بشه یا بعضا مجبور هم نمیشه ولی استفاده میکنه، خب این یک بحث دیگری هست. موضعی که کسایی که بیرون از اینجا قرار دارن و نسبت به این در واقع جنبش موضع میگیرن یا میخوان به اصطلاح تحلیل بکنن یا تفسیر بکنن، من فکر میکنم نمیتونه تنها مبتنی بر اون در واقع نیروی باشه که این جنبش مشروع علیهش مبارزه میکنه. یعنی نفس این که جنبش فلسطین یا حماس با اسرائیل مبارزه میکنه تمام قضیه نیست. بالاخره در این جنبش همچنان که آقای قرقوزلو گفتن نیروهای چپی هم هستن، نیروهای راست ارتجایی اسلامی هم هستن که اتفاقا دست بالا رو دارن. این سازمانایی که ایشون برشمردن همشون رو جمع کنی 40 نفر نمیشن. خب این خیلی واضحه واقعا، و حتی در اون سطح کوچیک هم مدام بین خودشون انشعاب پیدا کردن. در نتیجه نیروی اصلی این حمله حماس بوده. حالا اون پروژه سیاسی که حماس بر فرض این که حالا فلسطین در مسای 1967 یا حتی قبل از اون رو بتونن در واقع تشکیل یک دولت فلسطینی بدن، اون موقع است که اون پروژه سیاسی که اونها دارن برای این جامعه و الان هم بالاخره در برنامه‌شون هست باید مبنای در واقع تفسیر قرار بگیره. در نتیجه این به این معنا نیست، چون حماس یک نیروی ارتجاعی است، فردا یک جمهوری اسلامی حالا در ابعاد کوچکتر و ممکنه در یک فلسطین آزاد ایجاد بکنه، این مبنای این قرار بشه که ما با در واقع کل مسئله جنبش فلسطین مخالف باشیم، انتقاد بکنیم. میشه همزمان از جنبش آزادی بخش فلسطین حمایت کرد، از جریانات ارتجاعی حمایت نکرد،
در موارد خاصی، حالا در این مورد که آقای قراگوزلو درست میگن، گزارشای وجود داره که بعضی از این تلفات ناشی از خود حمله اسرائیل بوده، ولی همشون هم اینجوری نبوده. بالاخره فیلمش موجود است که اینو دیگه اونا که خودشون علیه خودشون نمیتونن درست کرده باشن. ولی من واقعا فکر میکنم این خیلی اصل قضیه نیست که در این حمله مثلا چند نفر غیر نظامی کشته شدن، در اون حمله چند نفر نظامی کشته شدن. واقعیت اینه که بالاخره جنبش فلسطین یک جنبش ضد استعماری هست، مشروع. در داخل این جنبش رگه های متفاوتی از سیاست ورزی وجود داره. بعضی هاشون اگر به قدرت برسن شرایط رو ایجاد میکنن که من مطمئنم تک تک ماها اگر در اون موقعیت قرار بگیریم مخالفش خواهیم بود، چون بالاخره واضحه دیگه. اونا قبل از اینکه حتی 2005 که به قدرت رسیدن اعضای PLO رو از بالای ساختمون رو میانداختن پایین. شما میتونید مثلا در قبل از این نسل کشی که شروع شد اگر فرض بکنید دگر باش میبودید، خب احتمالاً وضعتون اگر هم کشته نمی شدید وضع خوبی نمی داشت. بالاخره این یک سیاست، یک پروژه سیاسی ارتجاعی هست، ولی در مقابله با استعمار اسرائیل بالاخره یک سویه کاملا مترقی داره. اما تا جایی که به ایران برمیگرده، ما می خواهیم اینو به در واقع بیاریم به بحث جنبش ها، این جنبش آقای طالقانی درست گفتم، خب خیلی قبل از عروج جمهوری اسلامی بوده و ریشه‌اش برمیگرده به قرن 20 حداقل. ولی واقعیت اینه که عروج جمهوری اسلامی بالاخره یک دینامیسم جدیدی به این مسئله تزریق کرده. اونم دلیلش اتفاقا الزاماً حمایت از فلسطین نیست، چون که باز ایشون گفتن، چون بالاخره بخشی از روحانیت شیعه در ایران حداقل اگر سنی ها رو دشمنتر از یهودی ها ندونن کمتر نمیدونن. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بنا به عروجش، بنا به اون در واقع جنبشی که ازش بیرون اومده، اون تاریخی که ازش برخواسته، یک در واقع به اصطلاح، در اصطلاحی که معمول هست، یک دولت یا یک نظام تجدید نظر طلب در عرصه روابط بین الملل هست. و به دلیل اینکه علیه یک دولتی که متکی به غرب بوده، در واقع از یک انقلابی که علیه یک دولت متکی به غرب نشأت گرفته، طبیعتاً به لحاظ ایدئولوژیک مخالف با غرب هست. خود به خود این جمهوری اسلامی رو در استکاک با غرب قرار داده و این استکاک از روز آغاز، از زمان اشغال سفارت آمریکا خب شروع شده. در نتیجه بخش مهمی از دلیل اینکه چرا جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین حمایت کرده ناشی از این اختلاف و حتی جنگ حالا غیر مستقیمی است که با ایالات متحده داشته. در نتیجه جمهوری اسلامی که در این توازن قوا در موقعیتی نیست که با آمریکا درگیر بشه مستقیما، خب به لحاظ استراتژیک به نفعش بوده که یک اهرمی علیه یک همپیمان استراتژیک آمریکا در منطقه که اسرائیل باشه ایجاد بکنه، به اصطلاح این استراتژی که خود اسرائیل ها به عنوان حلقه آتش ازش نام میبرن، این که نیروهای به اصطلاح نیابتی یا محور مقاومت جمهوری اسلامی در جوار خاک اسرائیل وجود دارن، ایران به اینها میتونه کمک بکنه اگر احیانا اسرائیل یا آمریکا به تاسیسات هسته ایران حمله کرد یا پروژه مثلا رژیم چینج به اصطلاح خواستن اجرا بکنن، اونها میتونن به این طریق پاسخ بدن و فشار خیلی جدی بیارن. چیزی که رخ داد این بود که این قاعده بازی که تا قبل از هفته اکتبر وجود داشت که جمهوری اسلامی از دور امکانات و نفر و خلاصه مستشار و اسلحه بده به خاطر اینکه این جنگ به داخل ایران کشیده نشه، خب هفته اکتبر این رو تغییر داد، به دلیل اینکه هم جامعه اسرائیل و هم دولت اسرائیل پذیرای هزینه‌های بیشتری شدن، چون خودشون رو بالاخره در خطر جدی می‌دیدن. در نتیجه الان اون ما اون چیزی که الان شاهدش هستیم، این زد و خوردهایی که بین ایران و اسرائیل هست، تلاشی است که برای بازتعریف یک معادله جدید، یک قواعد بازی جدید که هر دو طرف احساس بکنن نیروی بازدارندگی دارن. این نیروی بازدارندگی تا حد زیادی برای هر دو طرف از بین رفته و اونها میخوان این رو احیا بکنن، ولی در این روند یک سری چیزها بالاخره به همون جای اولش بر نخواهد گشت و بر نمیگرده. مثلا تابوی حمله مستقیم ایران به اسرائیل یا اسرائیل به ایران خب شکسته، یعنی هر دو طرف دارن به هم حمله میکنن. شاید من اینجا به اصطلاح توقف کنم که بتونیم بسیار. بله متشکرم. آقای طالقانی در آخر صحبتاتون اشاره کردید که آیا اینا میدونستن که واکنش اسرائیل به این قضیه چه خواهد بود. هر کس که الفبای سیاست رو میدونست میدونست که اسرائیل در مقابل این واکنش جدی نشون میده و عملا به یک نسل‌کشی دست زده. ولی حالا بگذریم از این قضیه، ما
ایران رو جمهوری اسلامی یک پایه این قضیه است. الان در این توی معادلات شما دارید می‌بینید جمهوری اسلامی حالا به هر انگیزه‌ای که این حلقه در واقع محاصره اسرائیل رو داشته، الان عملا یک پای قضیه است. خیلی هم روی این قضیه تاکید داشت از لحاظ استراتژیک حزب الله و حماس و حوثی‌ها و به هر حال نیروهای در عراق و سوریه میتونن کمک کنن. این قضیه به نوعی عوض شد و عملا ما داریم میبینیم که حماس و حزب الله رهبران و فرماندهان خودشون از دست دادن، فشارهای زیادی روشون هست، از لحاظ مالی چند روز پیش حتی حمله کردن، در واقع بانک‌های قرض الحسنه رو نابود کردن و امروز هم شاهدیم که اون قپی که آقای متین هم اشاره کرد بار دوم هست که شکسته شد و ایران هم به نوعی الان وارد این کارزار جنگ مستقیم شده. این رو به طور خلاصه چجوری شما اینو توضیح میدید که ما از اینجا دیگه برگردیم روی مسئله تمرکزم روی ایران باشه؟ بفرمایید. ببینید مسئله اینی که هر جنگی شما نمیتونید بفهمید که عکس العمل واقعی طرف مقابل، هرچی هم به قول معروف قبلا تجربه کرده باشیم نمیتونید دقیق بفهمید. مثال میزنم، در جنگ بین لبنان، قبل از جنگ لبنان به خاطر گرفتن دو تا سرباز اسرائیلی صورت گرفت، اسرائیل یه واکنش خیلی شدیدی نشون داد سال 2005 و تمام زیرسازهای لبنان رو بمبارون کرد، تا جایی که حسن نصرالله خودش گفت، من برای همین میگم اتفاقا جالبه، تو سخنرانیش گفت اگه ما میدونستیم که اسرائیل چه عکس العملی نشون میده ما چنین کاری نمیکردیم، به خاطر دوتا اسیر گرفت، دوتا گروگان میخواستن بگیرن، یه همچین عکس العملی با یک همچین عکس العمل شدیدی روبرو بشیم. بنابراین از مردم لبنان معذرت خواست. البته جالب این که تریبونای نه جمهوری اسلامی نه خود حزب الله بعدا اینو زیاد تکرار نکردن، برعکس گفتن پیروزی عظیمی بود و فلان. بنابراین این علاوه بر این ما سابقه نیروها، اون رفیق میگه که نیروی حماس ما سابقه شو میدونیم، حماس اسرائیل تقویت کرد، اصلا خودشون میگن هر ماه قطر میلیون ها دلار میداد به اسرائیل، میرفتن تحویل حماس میدادن. بعد حماس دولته نه یک گروه، یک دولته، دولت دومی. و اتفاقا چه شارون چه قبل از اون رهبران اسرائیل حماس رو به خاطر چی تقویت کردن؟ برای شکستن OLP، گفتن جنبش آزادی بخش فلسطین. جنبش آزادی بخش فلسطین در اون موقع هم جورج حبش توش بود، هم تمام رهبران چپ هم در چارچوب OLP عمل میکردن. خب و مهمترین مشکلشون اتفاقا با حماس بود و اسرائیل هم دقیقا به همین خاطر، همین دادن غزه، یعنی غزه رو اسرائیل کاملا تحویل حماس داد و حماس هم به قول معروف در سرکوب جنبش های چپ که البته خیلی ضعیف هم، حالا واقعا سمبولیکه، خودشون میگن، خود این جریانات، خود فلسطینی ها تمامشون میگن آقا ما نقش جنبش چپ الان چه در ساحل غربی چه در غزه واقعا سمبولیکه. این که بگیم یک پای جریان حمله بوده، خب این واقعیت اینه که دو نیروی اصلی حمله حماس بودن و جهاد اسلامی. خب جهاد اسلامی که وضعش روشنه، حماس بخشی از اخوان مسلمی، خودشو میدونه، البته سعی کرده که بگه من فرق دارم، ولی با این بنابراین میشه گفت من حماس حتی با جهاد اسلامی براش فرق قائلم، نه اینکه امتیاز، چون حماس خب بخشی از سازمان جهانی اخوان مسلمینه، ولی جهاد اسلامی کاملا وابسته است، همونطور که حزب الله بخش سیستماتیک جمهوری اسلامی، بخش از سپاه پاسداران میشه گفت هست. و این داستان به نظر من متفاوته. حالا اینکه الان جمهوری اسلامی چطور از اینا استفاده، الان اسرائیل متمرکز کرده تا نیروشو در زدن به خصوص حزب الله،
چون فکر میکنه که حماس وضعش متفاوته. حماس داره در یک کشور اشغال شده میجنگه، حتی سرکوبش هم بکنه این بالاخره به این سادگی نمیتونه نابودش کنه. مسئله حزب الله جور دیگه دارن روش حساب میکنن. مسئله حزب الله مسئله، چون الان از نظر سیاسی هیچ منطقه ای از لبنان به غیر از یک باریکه شبعا، مزارع شبعا در اشغال نیست، در اشغال اسرائیل. بنابراین مشارکت فعالانه حزب الله در این جنگ پیش از اون که مقاومت در مقابل اشغال بوده، در واقع هم جهتی با جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از جمهوری اسلامی عمل کرده و به این خاطر هم الان خب کلی در لبنان با مشکلات زیادی روبرو شده. و اتفاقا من فکر کنم تحولات اسرائیل خب میدونه که از توازن قوای نظامی سیاسی با ایران نمیتونه مستقیم جنگ کنه مگر اینکه آمریکا بیاد وسط. نه امکانات نظامیشو داره، نه اصلا از ظرفیتی میتونه این کار کنه. فعلا خط اصلی اسرائیل بعد از کوبیدن حماس، زدن بریدن دست به قول معروف حزب الله است. و حزب الله رو خب البته آیا حزب الله رو میتونه از بین ببره؟ به نظر من به این سادگی نه، ولی میتونه با تغییر قوای سیاسی درون لبنان حزب الله به زاویه بندازه. و تحت پوشش قطعنامه 1701 که طبق اون باید 20 کیلومتر عقب بره حزب الله بتونن اون چیزو بکنن. حتی الان هم هنوزم بحث هست آقای طالقانی که حتی اگرن بره با موشکایی که حزب الله داره همون 20 کیلومتر هم شاید چیز نباشه. اجازه بدید بحث رو برگردون. ولی خب اون به هر حال اسرائیل کاری که الان داره میکنه در واقع اون 20 کیلومتر رو اتفاقا داره غزه میکنه. دقیقاً داره غزه میکنه. تبدیلش میکنه به غزه دوم. یعنی با خاک اکسون میکنه. دقیقاً. آقای برگزود، یک در صحبتاتون یک سوالی رو کردید که اگر مثلا این هفته اکتبر با جریانات چپ بود آیا باز هم ما واکنشمون این بود؟ خب من سوالی که جلو شما میگذارم در واقع اینه که اگر در واقع جریانات چپ عمل میکردن آیا در واقع عمل کردشون برابر با عملکرد حزب حماس بود یا شاید به نوعی دیگه؟ آیا حماسی که خود شما میگید جریان مرتجعی هست رفتارش در اون حمله اینقدر مترقیانه بوده که مثلا با یه جریان به هر حال جریان چپ رو نمیتونیم هم ردیف حتی در بدترین شرایط هم یه جریان ارتجاعی مثل حماس قرار بدیم؟ ولی قبل اینکه حالا بخواد به این پاسخ بدید، بحث الان زدن همین جریانات حزب الله و حماس و غیره از توسط اسرائیل و ما اخیراً خب شاهد بودیم که هنیه رو در ایران ترور کردن، در واقع حسن نصرالله رو زدن و یکی از مواردی که شاید خیلی بحث برانگیز شد این رو باید گفت که شاید برای من خیلی جالب بود این نکته که ترور یحیی سنوار چقدر دوشقه کرد جنبش چپ ما رو در موضع گیری با این مسئله. ما در رابطه با هنیه و یا نصرالله ما این رو ندیدیم یا کسای دیگه، فرمانده های دیگه که شکر و غیره که در واقع کشته شدن، ولی یحیی سنوار باش برای من تداعی بخش جنگ ایران عراق بود که چپ رو دوشقه کرد. این هم همینطور. شما خودتون یه شعر گفتید، شما میتونه هر کس میتونه شعر بگید برای هر کس و در هر شرایطی، کسی نمیتونه مؤاخذه بکنه. سوال کنم اون شعری که میگید ناتمام مردگان یحیاس، نام تمام مردگان یحیاس، نام تمام بچه‌های رفته در دفتر در دفترچه دریاس، این همسرایان نامشان یحیاس و غیره. سوالی که برای من پیش میاد، چند روز پیش زنی رو بعد از 5 روز در زیر آوار کشیدن بیرون. من چند روز پیش یک ویدیو رو منتشر کردم، یک بچه خواهرش رو دوش میکشید و میبرد که نجاتش بده، زخمی شده بود. چرا یحیی سنوار اگه قرار از مقاومت فلسطینیا صحبت کرد که تمام این زن و بچه هایی که زیر بمباران در واقع سهمگین اسرائیل و زیر
بدترین فشار ها هستن، چرا یادی از آنها نکنید؟ یحیی سنوار چه ویژگی برای شما داشت که این رو به عنوان شاخص گذاشتید؟ من میخوام این رو، چون برمیگرده روی مسئله داخل، میتونیم این رو بیشتر توضیح بدیم. کوتاه لطفا، مرسی. بتونیم بحث رو کوتاه بکنیم که سوالای بیشتری رو داشته باشیم. بفرمایید. من تیتروار به 16-17 نکته اشاره خواهم کرد. از جمله به این بحث یحیی سنوار، اولا اون شعر دوست درگذشته من محمد علی سپانلو، شعر من نیست، مثلا شاعر نیستم. یک، شعر سپانلو، نام تمام مردگان یحیی است. شعر سپانلو من از بخاطر، ولی خب شما یه مقاله هم داشتید در با یحیی سنوار که دفاع کردید. من توضیح دادم و 10 فکت رو مطرح کردم. مقاله‌ای هستش تحت عنوان یحیی در تله تل سلطان، 10 فکت رو مطرح کردم، 8 فرضیه رو مطرح کردم، 15 پرسش رو مطرح کردم در ارتباط با تبانی که دولت‌های عربی به رهبری مصر و قطر انجام دادند با عربستان سعودی که سنوار رو بکشن به تل سلطان. سنوار تل سلطان و خیابون ابن سینا که سمت چپش مرکاوه‌های اسرائیلی مستقر بودن، سمت راستش اینا رفتن با یه مسلسل شکسته ای که از ترتیب از سرلشکر احمد الرشید یه اسرائیلی که اومده بود اینا رو ترور کنه از اون گرفته بود و با چسب بسته بود، 3 با محمود همدان رفتن اونجا. 3 مگه میشه هم چیزی؟ شما جریان کدوم جریان پارتیزانی رو می‌بینید که بدون پشتوانه، بدون پشت نیروی آتش، بدون پاکسازی جلو؟ اونم یه آدمی مثل یحیی سنوار که با تجربه بلندش بره توی بیغوله که یک گردان اسرائیلی شبانه روز اونجا گشت میدادن و اونجا دست کم 12 تانک مرکاوا اونجا بوده و اون ساختمونی هم که اینا رفتن تحت پوشش اسرائیلی ها بوده، اینا سرشون انداختن جلو رفتن اون تو، از غزه حرکت کرده رفته خان یونس، از خان یونس رفته اونجا، بعدم با یه پاسپورت چی معلومه که اون چه که امروز در اومده، معلومه که مصری ها کشیدنش اونجا. حالا این نظری است دیگه، حالا ما که اطلاعات پشت بردار نداریم، ولی با عروج یحیی سنوار در حماس به ویژه از سال 2022 و پایین اومدن خط خالد مشعل که متمایل هستش به ترکیه و قطر و کمرنگ شدن اسماعیل هنیه، اینکه واکنشی به نسبت به مرگ اسماعیل هنیه دیده نشد، اینکه حماس نرفت به طرف اینکه خالد مشعل رو جاش بذاره و به ویژه بعد از کشته شدن طراحان حمله دلاوران 7 اکتبر محمد زیف و العاروری. ببینید اونایی که دنبال میکنن مسئله اخوان المسلمین، من 4 مجلد کتاب در این زمینه دارم، کتابام هم آکادمیکه، تو منطقه حاضر بودم، در موصل رفتم برای اینکه داعش رو از نزدیک ببینم، اونجا مجروح شدم، در افغانستان حاضر بودم، اینها رو هم نزدیک دیدم هم مکتوب کردم. اینا کتابایی که در دسترس هستش، تو فرانسه هم دست پرویز قلیچخانی تعدادش، کسانی که میتونن برن تهیه بکنن. به هر حال ما از نزدیک اینا رو، این اخوان المسلمین، اون اخوان المسلمین، حماس به عنوان بخشی از گرایش ملی اسلامی تو جنبش اسلام سیاسی با اون اخوان المسلمینی که جمال عبدالناصر باش درگیر بود متفاوت شده از سال 2022. درسته که گردانهای عزالدین قسام اونچنان که رفقا تاکید کردن، به خصوص رفیق عزیزمون کامران متین، یه جریان ضد کمونیستیه، اینا کم کمونیست نکشتن، ما اینو اینکه نمیدونیم، یه جریان ضد کمونیستیه، اما با علم به این قضیه به هر حال کمونیستا هم گردانهای ابو علی مصطفی، اصلا بگو یه نفر، بحث کمیت نیستش که، بگو یه نفر، گردانهای ابو علی مصطفی بیانیه تسلیت دادن برای درگذشت یحیی سنوار، برای هنیه ندادند، خالد مشعل اگه سقط میشد نمیدادند. خب من فقط سوالم اینه، اجازه بده من چند تا نکته دیگه مونده. من ببینید دکتر متینی اشاره کرد به رژیم ایران که گفتش که اینها به هر حال یه رژیمی هستن که با غرب، با آمریکا سفارت شروع کردن. من اصلا قبول ندارم بورژوازی ایران، اهم از دولت ایران، مستقل از اینکه کدوم جناح حاکم باشه، جناح رئیسی حاکم باشه، پزشکیان حاکم باشه، هر جناح دیگه حاکم باشه، یک بورژوازی کاملا پرو غربه. شما ببینید دولت رئیسی عضو بریکس شد دیگه، رفت پیمان شانگهای دیگه، درسته؟ وزیر خارجش کی بود؟ امیر عبداللهیان. جوزف بورل رو که میدید دست و پاش می‌لرزید.
اولین چیزی که به جوزف بورل میگفت دهنشو میشه باز میکرد آقای امیر عبداللهی ها، میگفت ببخشید ما به روسا پهباد ندادیم، اشتباه نگیرید و عوضی نگیرید، هنوز هم میگن ما به روسا پهباد ندادیم. با خودشونو متحد روسیه میدونن زاپروژیا، خرسون، لوگانسک. بذار اجازه بده برگردیم روی همین مسئله. رسمیت نشناختن. حالا در مورد نبردی که در اونجا وجود داره، ببین نبردی که در غزه وجود داره علیه اشغالگران صهیونیست، پاسگاه غرب، شبه دولت اسرائیل، مثل اونی که یه جوری زامبی، اصلا اولا اینا که مردم، اونایی که تو فلسطین زندگی میکنن، چه تو کرانه باختری فلسطین اشغالی، چه تو بخشای دیگه‌اش، اصلا مردم فلسطین آدم مثل آدم نمیبینن. از بچگی به اینا یاد میدن که اینا یه سری موجودات فرازمینیان، از کوچیک تا بزرگش نوبت بکشن. این یک. دو، هر چقدر خدمتتون که نبردی که تو اونجا وجود داره، در واقع نسل کشی تو غزه و نبردی که مردم غزه دارن میکنن، چاره ای ندارن جز اینکه آویزون بشن به حماس. یک نبرد ضد کلونیالیستیه، نبرد ضد کاپیتالیستی نیست، نبرد بر سر قدرت سیاسی نیست. این که مشتبه میگه که حماس یک دولته، دولت بر اساس اون چیزی که ما از دولت و انقلاب لنین یاد گرفتیم، خیلی هم چیز نیستیم، خوش نیستیم بگیم هر چی که لنین گفت درسته. دولت نماینده طبقه حاکمه. طبقه حاکم تو غزه 365 کیلومتر کجا انباشته سرمایه میکنه؟ کدوم تولید وجود داره؟ مردم اونجا نه آب دارن، نه برق دارن، نه نون دارن، نه گاز دارن، نه بهداشت دارن، نه درمان. من میخوام بس منسجم بشه یه مقدار. میدونی؟ بذم منسجمش میکنم. یه نکته دیگه، یه نبرد ضد کلونیالیستیه، مثل میمونه که یک نیروی مهاجمی اومده باشه خونه شما رو، همه اتاقای شما رو گرفته باشه، شما رو کرده باشه تو دستشویی، درم قفل کرده باشه و یه کسی اومده در اون در قفل شکسته، شما شیشه رو برداشتی، خب هر کسی که اونجا رو اشغال کرده میزنی میکشیش دیگه. خب طبیعیه این عملیاتی هم که تو اونجا وجود داشته، این داستانو به دنبال خودش طبیعی داشته. یک. دو، گفته شد که از قطر و ترکیه و ایران پول میگیرن. شما در کردستان ایران، من نمیخوام وضعیت بکنم، به عنوان یک واقعیت فکت، کدوم گروه کمونیستی رو سراغ دارید که از صدام حسین پول نگرفته باشه؟ روژاوا مگه تحت پوشش آمریکا نیست الان؟ این که پول میگیره از قطر، ببین من میخوام میام با مرزبانی حماس جای خودش. خب آخه نه، من بخواهم یه مقدار با بحثمون نتیجه بگیریم. من اولا سوالم هنوز جوابشو نگرفتم و اینکه آیا حالا حماس میگیره و مثلا رژوا میگیره، نمیدونم آیا مقایسه اینا مال فارغ میشه یا نه، ولی سوال من از شما اینه که طبق گفته خود شما، حماس یک جریان ارتجاییه و یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی اون جریان هستش، مرد شماره یک این جریان هستش بعد از هنیه. حتی بحث بر اینه که تمام، حالا من نمیدونم، شاید شما بهتر میدونید، که حتی اون موقعم که هنیه زنده بود قدرت اصلی رو این داشت، به خاطر که حرفش کاریزماتیک سیاسیش و اجتماعیش طوری بود که حرف رو این پیش می برد. و وقتی یک جریان ارتجاعی، یک فردی در رأسش هست، حالا با هر سابقه که داره، و بعد کشته میشه، چرا جنبشی میاد و اینجوری ازش دفاع میکنه؟ این سوالی که حداقل برای من و خیلی هست. میخواین برمیگردیم که اینو جواب بگیرم از شما. یه جمله به شما بگم. بفرمایید. وودی آلن دیشب مصاحبه ای کرده، گفته که اون 20 ثانیه‌ای که این پهپادهای اسرائیلی ظاهرا گرفتن از اون لحظه به خاک افتادن یحیی سنوار، این تراژیک‌ترین، جذاب‌ترین و در واقع بهترین سکانس کوتاه در طول تاریخ سینما هستش. ببین بحث این هستش که 7 اکتبر میدونی دولت ایران گلایه کرده بود از حماس که چرا ما رو در جریان قرار ندید، اگه هر دولت دیگه از جمله دولت جمهوری اسلامی در جریان قرار میگه عملیات لو رفته بود. به هر حال 7 اکتبر طراحی یحیی سنوار، محمد ضیف و العارو، اینها تونستن اتوریته یک رژیمی رو که 77 ساله داره تو سر مردم بدبخت فلسطین میکوبه، میکشدشون، قلامشون میکنه، اون اتوریته رو شکستن. آخه بیش از 40 هزار زن و بچه و اصلا غزه رو نسکشی کرده. این جوابت هم بدم. و مگر مردم الجزایر که علیه اشغال فرانسوی ها می جنگیدن 1 میلیون کشته دادن، نمی دونستن که انداختنشون بیرون اصلا درز یه روز یا 10 سال یا 5 سال؟ نمی دونستن. شرکت بیمه نیستش که مبارزه سیاسی، اولا اونجا نبرد طبقاتی است،
نبرد ضد کلونیالیستیه. بین دعوا رو بین کار و سرمایه نکنید. کسی هم اونجا برای قدرت گرفتن چیز نمیکنه. مردم الجزایر هم 1 میلیون کشته دادن. بولشویکا برای بیرون راندن فاشیستا 27 میلیون کشته دادن. نه شرکت بیمه نیستش که تضمین بکنه شما این عملیات رو میکنی. اسرائیلیا میان یا نمیان؟ تضمینی نداره. متشکرم. آقای متین، من میخوام همین مسئله یحیی سنوار رو، چون خیلی برای مسئله کلیدی شد در مخصوصا در جنبش کارگری، در جنبش چپ ایران پولاریزه قطبندی کرد این قضیه که موضع‌گیری نسبت به اون. خواستم نظر شما رو روی مسئله ببینیم که بعد بیایم روی در واقع جنبش های زن زندگی آزادی ببینیم چرا اینجوری. من قبلا فقط بگم که این آخرین کامنتی که من میدم، چون من قبلا بیا تو گفتم من 6 باید برم، الانم تا 6 خورده ایه. من خیلی کوتاه این جواب میدم و از پیشا پیش از هر دو میهمان دیگه هم عذر میخوام، چون من باید زودتر برم و نخواهم بود تا آخر برنامه. والا من واقعا هیچ یعنی نفعی یا امتیازی در این که روی افراد ما فوکوس کنیم نبینم. یعنی واقعا چه فرق میکنه که یه اسنوار ما چی فکر میکنیم در موردش؟ مسئله اینه که انتخاباتی که حماس رو به قدرت رسوند در 2006 آخرین انتخاباتی بوده که در غزه رخ داده. 18 سال پیش حماس اکثریت مردم غزه بهش رأی دادن. جای مردم غزه در تعیین استراتژی مبارزه با استعمار اسرائیل چیه اینجا؟ خب بله، حماس داره با اسرائیل میجنگه و اسرائیل دولتی که غاصب اشغالگره، ولی آیا مردم غزه هیچ حقی دارن که آیا اونا 200 هزار، البته شما میگید 40 هزار نفر، نشریه لانست که یکی از مهمترین نشریات پزشکی هست طبق آماری که تحقیق که اونا کردن، اونا فکر میگن که 200 هزار نفر کشته شده، کشته و زخمی، چون اونایی که بر اثر قحطی، بر اثر نبوده آب، بر اثر محاصره، بر اثر بیماری، اینا هم بالاخره باید حساب کنیم، چندین ده هزار نفر هم زیر آوار موندن. خب آیا کسی از اینا پرسیده که آیا شما حاضرید واقعا این هزینه رو بدید؟ یعنی بر چه مبنای دموکراتیکی ما میتونیم فرض بگیریم که این کاری که حماس میکنه انعکاس واقعی بخش مهمی یا از اکثریتی از مردم غزه است؟ به نظر من کلا جنبش‌های، البته شاید واقعا ربطی هم فقط به چپ یا جنبش‌های ضد استعماری نداره، یعنی ما این در واقع سنت پذیرفتن شکست یا عدم توازن قوایی که به نفع ما باشه رو نداریم. خب نمیشه به صرف اینکه آرمان ما مشروعه هر هزینه ای رو بر کسانی که نقش مستقیمی در اتخاذ استراتژی ما ندارن تحمیل بکنیم، و این فقط در مورد فلسطین نیست، چون آقای قراگزلو به رجاب اشاره کردن، من خودم کسی هستم که در مورد مثلا اتخاذ رویه نظامی بعد از 2015 که مسئله گفتگوهای صلح در ترکیه بین پکاکا و ترکیه پایان یافت و اون جنگ شهرها شروع شد، من منتقدش هستم، بودم و هستم. یعنی فکر میکنم که پکاکا اشتباه کرد. شما اونا باید انتظار این رو میداشتن که دولت ترکیه شهرهای کردستان رو با خاک یکسان خواهد کرد. خب پس چرا در واقع در زمین طرف مقابل بازی بکنیم؟ به این دلیل من فکر کنم این عملیات مردم خیلی مهم است که بالاخره این جنبش به صرف اینکه یک جنبش ملی ضد استعماری هست، الزاماً اینجوری نیست که همه مردم موافق این روش یا اون روش یا اون استراتژی باشن. کسی از مردم غزه نپرسیده که شما حاضرید 80% خونه ها و زندگی و وضعیت اون از بین بره؟ شما فیلم های قبل از 7 اکتبر رو نگاه بکنید، غزه با وجود اینکه یک زندان درباز بود، ولی بالاخره مردم داشتن زندگی میکردن در یک حدی. کسی پرسیده شما آیا این رو ترجیح میدید به، یعنی حاضرید بمیرید ولی این وضعیت در واقع در زندان بودن رو نداشته باشید؟ اما من فقط با میخوام با یک ملاحظه تموم کنم، چون من قبل از اینکه شما برین، من حالا ملاحظتون رو بگید اگر امکان داره، اون راه حل هم به طور خلاصه بگید که حداقل ما نتیجه بندی بحث شما رو هم داشته باشیم که ناتمام نمونه، که به هر حال اون راهی رو که مطرح میکنید چی میتونه باشه. بفرمایید. من یا ما فکر نمی‌کنم در مقامی باشیم که برای مردم فلسطین تصمیم بگیریم که چیکار باید بکنن، ولی در توازن قوای فعلی من با کمال تأسف باید بگم که مسئله فلسطین برای سالها اگر نه دهه‌ها به محاق خواهد رفت. جمهوری اسلامی استفاده خودش رو خواهد کرد، تا آخرین نفر فلسطینی یا لبنانی با اسرائیل خواهد جنگید،
برای اینکه خلاصه جنگ از خاک ایران دور باشه که تازه اونم خیلی معلوم نیست ادامه پیدا بکنه، باید در وضعیت فعلی بالاخره اونجا خود اونها تصمیم بگیرن. من فکر میکنم که الان بحث دو دولتی کلن به تاریخ پیوست امکان نداره، باید یک دولت واحدی باشه که دموکراتیک باشه و هر دو مردم رو در خودش بگیره. و این چیزی است که اتفاقا قبل از 7 اکتبر بخش بزرگی از روشنفکران مترقی و چپ هر دو طرف، یهودی و اسرائیلی، طرفدارش بودن. ولی خب این الان از بین رفته، نه به دلیل فقط غزه، به دلیل اینکه کرانه غربی صدها اگر نه بیشتر شهرک یهودی نشین درش هست. هیچ دولت اسرائیلی امکان نداره که بیاد اینا رو به زور از اونجا خارج کنه که به اصطلاح مبنای تشکیل دولت فلسطینی بشه. این غیر ممکن است. اما نکته آخری که می‌خواستم، اون ملاحظه‌ای که می‌خواستم بگم این هست که چیزی که آقای قراگوزلو در رابطه با کمک گرفتن جنبش‌های مختلف از دولت‌های خیلی بد یا ارتجاعی میگن به نظر من خیلی درسته، چون روابط خارجی نیروهای سیاسی نمیتونه مبنای ارزیابی سیاسی ما از اونها باشه. شما هیچ جنبش آزادی بخش ملی رو در جهان نمیتونید پیدا بکنید که از منابع خیلی نامطلوبی به اصطلاح کمک نگرفته باشه. پس اگر روابط خارجی نمیتونه تنها مبنای ارزیابی باشه، باید برنامه سیاسی یک جنبش سیاسی هست که ما رو باید در واقع هدایت بکنه به سوی ارزیابیمون. بر اون اساس هست که حماس با وجود اینکه یک جنبش میتونیم ضد استعماری تعریفش بکنیم، ولی پروژه سیاسی که برای آینده فلسطین داره چیزی نیست که فکر کنم هیچ کدوم از 4 نفر ما در اینجا بخواد در اون جامعه‌ای که حماس اداره خواهد کرد زندگی بکنه. نفس اینکه با اسرائیل مخالف ما موافقش باشیم عین ماجرای ایران هست دیگه. خب جمهوری اسلامی با آمریکا مخالف، پس اوکی پس ما باید موافقش باشیم. نمیدونم خمینی با شاه مخالف، پس اوکی پس ما هم چون مخالف شاهیم باید موافقش باشیم. این در واقع حمایت سلبی به نظر من خیلی مشکل اساسی هست در بخشی از حداقل چپ ایران. یعنی اون محتوا و برنامه مثبتی که جریانات سیاسی دارن برای اون جامعه‌ای که براش مبارزه میکنن، اون باید معیار اصلی در واقع ارزیابی، حالا نه هواداری یا مخالفت باشه. در نتیجه در مورد من حرفامو وقتی که شروع کردیم و بحث اخلاقی و سیاسی شروع کردیم میخوام با همینم تموم بکنم. بحث در رابطه با این مسئله خاص اسرائیل ایران، من فکر میکنم که یک موضع سیاسی باید به این بگه که یک وضعیت ساختاری وجود داره. من اگر از شما بپرسم شما با زلزله بالای 8 درجه ریشتر مخالفید یا موافقید، یک چیز مضحکیه، چون نه من نه شما نمیتونیم جلوی زلزله رو بگیریم. هیچ میزان از مخالفت ما با حمله اسرائیل به ایران نمیتونه تغییر بده استراتژی اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی، یا بالعکسش. در نتیجه یک نیروی مسئول سیاسی که واقعا میخواد موضوعیت داشته باشه در جامعه‌ای که درش هست، باید ببینه که این وضعیت ساختاری که من نمیتونم درش ایجاد، یعنی تاثیر خیلی معناداری داشته باشم، باید چجوری باش برخورد بکنن. اونجا هست که وقتی که لنین سواره یک قطاری میشه که آلمانیا درش رو پلمپ کردن میره مسکو، این چیزی رو تغییر نمیده در پروژه سیاسی. اون میخواد از تضاد بین آلمان و روسیه تزاری استفاده بکنه برای پیشبرد یک برنامه خیلی مترقی حالا از نظر ما، و از این استفاده میکنه. به نفس فقط به دلیل اینکه خودش روسیه و آلمان هم با روسیه میجنگه، نمیاد از این فرصت استفاده نکنه یا علیه در واقع به طرفدار از روسیه و علیه آلمان وارد جنگ بشه. شعار صلح میده ولی در این حال پروژه سیاسی خودش رو هم پیش میبره. از این شکاف‌های ژئوپلیتیک تمام جنبش‌های مترقی در جهان استفاده کردن و به نظر من در مورد ایران هم این غیر ممکن نیست، ولی لازمش این است که جنبش‌های چپ و مترقی و در واقع با هم اول بتونن یک ائتلاف مینیمم داشته باشن، بر سر یک برنامه حداقلی توافق داشته باشن که بعد بتونن در این شرایطی که خارج از اراده اونها یک سری چیزها در ایران تغییر میکنه، بتونن اعمال نفوذ بکنن و سیر وقایع رو به طرفی ببرن که به هر حال به نظرشون درسته. و من خیلی ممنونم و خیلی شرمنده ام که باید برم، چون من دارن تلفن میزنن از اونجا. نه متشکرم از وقتی که ما دادید و براتون بهترین ها رو آرزومندم. خیلی ممنون برای توضیحاتتون. ممنونم، مرسی. خواهش می‌کنم. آقای طالقانی، من میخوام این بحث رو با شما برگردونیم الان. ما یکی از شعارهایی که در کف خیابون دائم میشنویم و یا شنیدیم این بود که غزه و لبنان رو رها کن، فکری به حال ما کن هست. در این حال از این مدتی هم که به هر حال این واکنش ها، این حملاتی که به منطقه حالا به غزه و یا غیره شده، ما عملا واکنش
مستقیمی رو از طرف جنبش‌های اجتماعی، جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی که در جلوی تمام در واقع ترقی حرکت‌های ترقی خواهانه بوده، جنبش زنان، جنبش کارگری و غیره، ولی ما عملا یک مهر سکوت رو داشتیم تا مرگ یحیی سنوار. تا اون موقع ما هیچ واکنشی رو در جنبش ما به طور علنی حداقل نداشتیم. چرا اینجوریه؟ چرا سکوت و چرا یک باره الان به این واکنش ها تقابل در واقع انجامید؟ ببینید، اولا که به نظر من شما مرگ یحیی سنوار از شخصی به نظر من یک مقاومت قهرمانانه بود در مقابل اشغالگر، حالا حماس بود، هر کی بود، ولی این مسئله رو اولا مبنای تاریخی نگیریم، چون اولا نیروهای چپ اکثرا به هر شکلی یک کم و زیاد داره، ولی کلن از جنبش فلسطین حمایت کردن تو این مدت. خیلی از زندانیان سیاسی تو ایران از همون اول هم موضع ضد جنگ گرفتن، هم جنگ طلبی جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و هم از حقوق مردم فلسطین دفاع کردن. بنابراین اینطور نیست که یک باره مثلا با کشته شدن یحیی سنوار مثلا یک واقعی عجیب غریبی هست. یک به هر حال یک منظر من یک مقاومت شخصی مهمی بوده، بله، از این مقاومت بعدم یک به هر حال یه سری رهبران میدانی داشته، این رهبرانی که تو میدان داشتن میجنگیدن، هم حماس هم، ولی اینها هیچ کدوم دلیل برای این نیست که ما، اولا انتقاد ما از همه میتونیم انتقاد کنیم، انتقاد سقف نداره. خود نیروهای چپ فلسطین بیشترین انتقاد رو به شوروی که گفتن اول مصیبت ما اون بود، چون شوروی دومین کشوری بود که اسرائیل رو تقسیم فلسطین رو به رسمیت شناخت و باعث شد که بسیاری از نیروهای چپ فلسطین از نیروهای چپ احزاب کمونیست جدا شدن، بپیوندن به احزاب بعث و پان عربیست. بنابراین بعدم خود نیروهای چپ فلسطین برعکس به کلی عملیات خودشون انتقاد کردن. خود جبهه خلق برای آزادی فلسطین اگرتون باشه یک بخشش کلی عملیات خارجی میکرد به رهبری وده حداد و جورج حبش و بخش سیاسی شدیداً به این عملیات انتقاد میکردن. حتی هواپیمای الالو هواپیما رو نمیدونم یادتون باشه و بسیاری از عملیات حتی داخلی رو، چون در اونها غیر نظامی ها هدف قرار می گرفتن، همه اینا محکوم می کردن. بله. یعنی این نیست، مسئله جدیدی نیست و بین فلسطینی ها و چپ فلسطین به خصوص این بحث قدیمی بوده و حتی تا این آخر اصلا خیلی از چپ های فلسطین اون مبارزه بعد از این انتفاضه ها که به وجود اومد دیده، خب انتفاضه ها کاری تر از حتی اون مبارزات مسلحانه به اون شکل بوده. بله. من نفی نمی کنم یک کسی که هر نیرویی که در اشغاله حق داره مقاومت کنه، حتی طبق چیزای سازمان ملل، منشور سازمان ملل، حتی مسلحانه، ولی نیروی چپ به هر وسیله‌ای متوسل نمیشه برای رسیدن به هدف، از جمله هدف قرار دادن غیر نظامی ها. بنابراین سوال نمیدونم سوال شما چیه. بله، متشکرم. وقتم نمیدونم. نه آره که من نیروی چپ به هر وسیله‌ای متوسل نمیشه برای رسیدن به هدف، از جمله هدف قرار دادن غیر نظامی ها. بنابراین سوال نمیدونم سوال شما چیه. بله، متشکرم. وقتم نمیدونم. نه آره که ما دیگه میخوایم ببندیم قضیه رو. آیه قرهگذر، همین شاید سوالی هم باشه جلو روی شما، به خاطر به هر حال این ما تجربه همین زن زندگی آزادی، جنبش عمیقی که در سطح جامعه ایران به وجود اومد، چرا این سکوت رو، حالا آقای طالقانی اشاره کردن که حمایت ها بوده و غیره، ولی بحث من در مقابل یک نسل‌کشی است که ما این جنبش رو
آنقدر فعال نمیبینیم، ولی الان نقطه نظرات متفاوتی داره میاد در رابطه با همین. برای خود شما یکی از کسایی که دارین دفاع میکنید از در واقع اون رو به عنوان یک قهرمان میبینید، این رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ چرا یه مقدار انقدر یعنی روشن نبود برای جنبش؟ چرا واکنشش به این شکل بود، متناقض در اومد بیرون؟ بفرمایید. طبعا نظر من در مورد اون چیزی که شما تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی مطرح کردید و من این جنبش رو به قول شما جنبش رو از نزدیک هم به صورت آمپریک و هم دانشجوهای من، دوستان من، رفقای من نزدیک بررسی کردن، خود منم فکر می‌کنم 4 یا 5 تا مطلب عینی و واقعی در این مورد نوشتم، طبعا ممکنه یکسان نباشه. ببین سال 58-59 مردم ایرانی که از شعارهای ضد در واقع سلطنتیشون این بودش که حالا مستقل از این کمونیست ها ایران میرفتن، از امکاناتی که لیبی فراهم کرده بود، سوریه فراهم کرده بود، حتی عراق استفاده میکردن برای که مبارزاتی که علیه شاه داشتن رو پیش ببرن، یکی از شعارهای مردم ایران این بودش که مردم چرا نشستین، ایران شده فلسطین. من یادتون میاد دیگه. امروز در خیابان‌ها گاه و بیگاه شنیده میشه که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی شعار کاملا شوونیستی، در واقع پروصهیونیستی و پروناتویی. خب من میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که اگه اجازه بدید نقل قول بیارم از بزرگانمون. این چی که مارکس میگه که اخلاق حاکم بر جامعه، اخلاق طبقه حاکمه، خودش اینجا نشون میده. یعنی ما با یک بورژوازی منحط، متزلزل، متذبذب و فاسد، چه در حاکمیت و چه در بیرون حاکمیت، و بورژوازی پروغرب که نمادش در دولت روحانی، شبه دولت روحانی، دولت که نبود اصلا، چیزی به اسم دولت نبود که مردم رو ول کرده بودن به امان خود، جلوی کرونا، جلوی سیل و فلان، نمادش جواد ظریفه که به دنبال اینه که به هر شکلی ممکن برجام رو احیا بکنه و الان هم مشاور ارشد جناب آقای پزشکیانه. این دولت حاکم بر ایرانه. خب اون بورژوازی حاکم بر ایرانه که خونه های 100 میلیاردی میشینه و مردم ایران که توی یک آلونک میشینن، و طبیعیه که اون اخلاقی که بورژوازی ایران داره، همون چیزی که بهتون گفتم، تو جامعه ایران هم تسری پیدا میکنه. مردم ما رو که میدیدن تو خیابون میگفتن چرا اسرائیل حمله نمیکنه، چرا نمیزنه، چرا اینو من جدی دارم میگم، و میگفتن چرا نمیزنه، چرا یعنی هنیه که کشته شده بود خوشحال بودن اگه نمیتونستن شادی بکنن، به خاطر اون بیانیه حسن نصرالله که کشته شده بود خوشحال بودن. به من خیلی گیر میدادن میگفتن تو چرا از مرگ یحیی سنوار ناراحتی؟ خب اینا اگه جورج حبش که سهل قسطان کنفانیست سهل حرف کمونیست دیگه فلسطینی دیگه هم کشته بشه خوشحال میشن، به خاطر اینکه این اخلاقیه که بورژوازی منحط ایران، بورژوازی پروغرب ایران حاکم کرده بر جامعه ایران و این سرایت پیدا کرده. شما ببین تو شعار بازنشسته ها، من بارها با بازنشسته ها جلسه داشتم صحبت کردم، یکی از شعاراشون این بودش که معیشت منزلت حق مسلم ماست. گفتم ببین دوستان عزیز، معیشت یعنی خط فقر به لحاظ اقتصاد سیاسی. اون یه معلمی که اینو درس دادن میگه، تو اروپا درس دادن، تو ایران درس دادن. شما چرا میگید معیشت منزلت حق مسلم ماست؟ چرا از بورژوازی ایران منزلت میخواید؟ منزلت یعنی احترام، میخواید احترام به شما بذاره. معیشت یعنی خط فرق، یعنی شما میگید خط فرق حق مسلم ماست. یا مثلا تو فولاد شما یادتونه دیگه کفن پوشونده بودن میگفتن اعدام باید گردد. این دلیل نمیشه که حالا فلان شعار تو جامعه ایران وجود داره. به هر حال نبض جامعه ایران رو این خرد بورژوازی و بورژوازی ایران خوب گرفته. و اینم بهتون بگم، حکومت هایی که این اصلا بهار عربی هم اینو ثابت کرد، حکومت هایی که در واقع وانمود میشه که پروغربن، مثلا شاه، مثل حسنی مبارک، مثل زین العابدین بن علی، خب اینا اپوزیسیونشون، چه اپوزیسیون مردمیشون، چه اپوزیسیون متشکلشون، خود به خود پروشرق در میاد. حالا
مگه چیز کنیم. او برعکسش هم هستش، اونایی که پرو شرق هستن وانمود میشه پرو شرق، مثل جمهوری اسلامی که گفته میشه نمیدونم سفارت روسیه لانه جاسوسیه، طرفدار چینن و اینا که نیستن. خب اینها اپوزیسیونشون هم پرو غرب میشه، خیلی طبیعیه، و این تسری پیدا میکنه به سطوح مختلف اجتماعی ایران. بسیار ممنون از هر دوی شما و همچنین آقای متین که مجبور بودن که زودتر برن، و ممنون از کسایی که تا این لحظه این برنامه رو با ما همراه بودن. بحران منطقه و تأثیر آن بر جنبش‌های اجتماعی، گفتگوی ما با آقایان محمد قراگوزلو، مجتبی طالقانی و کامران متین بود. از شما عزیزان هم برای شرکتتون در این برنامه سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.